سلام بیننده های گرامی، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه نوبتی مهاجرت به خطر است و در استودیو با شما هستم سید احسان جلالیان. این دفعه در برنامه مهاجرت به خطر ما وابسته به حقوق زن در مهاجرت صحبت انجام می دهیم، چون هرچند در این مورد یک صحبت مستقیم هم داشتیم با شما بیننده های گرامی و امروز خواستیم که با متخصصان همین طور یک صحبت انجام بدهیم. بعضی از سوال های هست که از ایشان می خواهیم بپرسیم. هم صحبتان ما هستند، فکر میکنم که شما هم صحبتان ما رو می شناسید، چون در بعضی از برنامه های دیگر هم ما با ایشان صحبت کرده بودیم در دیگر مورد ها. این حال با ما هستن نرگیس تایماستوا، روانشناسه که در یک برنامه که ما داشته بودیم یک صحبتی خیلی جالب در دیگر مورد صحبت انجام شده بود، و اینچنین خواجه نظر اکبروف، متخصص پیشبری خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، که خب فکر میکنم با ایشان همین موضوع زن و مهاجرت را بحث کردنمون به مورد خواهد بود، چون خیلی سوال های در این برنامه هست که بحث برانگیز است و باور دارم که به خاطر که موضوع زن و مهاجرت است، فکر میکنم که نرگیس حتما میتونن که خوب اندیشه های بگن که خوب بیشتر به حقوق زن ها مربوط است. خب در اول، چون برنامه های دیگر ما یک قصه را برایتون پخش میکنیم و بعداً میگذاریم به سوال و پاسخ وابسته به همین قصه ای که هست. مرامت نیزن دهوتی مدر چور فرزان چما بیرا دارم سین سولون باید جو رسیده اصلا دایی دوره دایی سین سول ادام باید در حلقه فرزندوش در دولت فرزندو من بیره ها من بایی شوار است و من شوار باید که دولت پیری رانم یکی من قریب سی سال می شود که فقط دمی چشم برای روی پدر فرزندو من می پویم همی عمر جوانم و انتظاری بزشت کنیم من در می شود پیشتر استگر زندگی ما قبلای نبود بد نبود خیران که شهانه هم نبوشه قطور مرد نبریدن و منوخته میخوردم های جمعی عادی داشتم در یکی بعد جنگ سر شد، جنگ جنگ های داخلی سر شدن یک کرخانه های کر موندن یک پولی از او مشقت بسیار کشیدن زندگی روز تو روز از بینتر میشد خوراندن پشوندن گودکو و زنزه میشد که نون نمیافتیم خلاصه که همیشه ساله 95 بود 96 بود شوهرم زنه دیگه خیلی نمیشه و گفته برخواده شده گفت روسیه را کشه سن خیمه چهار گودک هتی من زنه که بکور بسوار چه میکنم تامین میکنم زنه دگر نرام نمیشه چی میخرانیم چی میپشانیم گودک ها همیشه رفت روسیه مردی کاری هر استگر ساله اول کم کم پول روی میکرد سوام نموشه کم کم روان میکرد پول روان دیکم و شوارم نمیفیست و دمی بزور باور میرسیدن خورد و خورد که کدکو سر منوب میشه دیگه برای لباس شونه برای نسکی و پسکی و خروجاتوی دیگه در یکون وای نمیمون کارون زور چه خیلی خروجاتش بسیاره برای ما سوال نداشتیم که در یکون جو معنی ما شوام بختور شوام مدبور شدیم که کوری کلخوز برام خیلی نه برای زندن کفاز کور کنن روز در روز در زمین می جنبی که از او میان شکنه یک چوره دیگه نداشتم بسیار وقت بازبینی میکرد کور کلخوز مجبور میشتم کدکوی به چوره مکتب مونانم با کدکو ما قطعیم کور کلخوز برم سر و شمپوری چند پوری خوک روز در روز قطعی ما در سهرا جو بجو میکردن کدکو دیگه می اومدن موندش دگی بفرش دگی وقتی کتاب خونی نداشتن وقتی درس تیار کنی نداشتن خلاصه که همین خیلی بایش دنده کودکوی من
به سوال مونده نتونست من نتونست میزورم نرسید که یکون دانشگاه های دانشگاه در چی بیشه یکون جا داخل کنم های مکتب میانه بازو ختم کردم شوارم در سی چور سال یک بار می اومد یا مونی مونی استود بانه کورم سرشتای نمیتونم زنر کتا می رفت رسیم من به دانستیم کودکویم از آب خونه همین از اون بوکتی کلون کردم دختری کلونی من از دست اولا شد از دست اولا شد خوزگوره بسیار می اومدم دیدیم اون اولا میکرد که من به دوی پدر شوار نمیکنم فرزن زنم داده شد کفتیم دختر در خیلی میگه چکر کنیم و بعده کرد که می بیوم ما ایپس ترادود تویش نیم انتظاری کشتیم که خیلی می بیا بعده کرده گه پدر یک شوارم نا اومد در توی دخترم بسیار دخترم من سغیر اکو بریم میخه شوهر دادیم شد به دوی پدر رفت خونه شوهر روز بعد دیگه میخه پسر مزان دودم حکم تر پول روان کرد توی پسر دا اومد نکه توی سی تا دختر شوهر دادیم توی یکون دخترم دنه اومد پدر شد بطر فهم دیم که دم رسی از هم دوشته زنی روز زنی روزی فرزن دوشته ایو بایش همزانش من فصله اخیر تمام دیگه و نداره مهر و محبت در ما در فرزن دوش نداره همه فکر خیلش در همزن نروش شه شوار من میگم خواهی مردک پیر شده مخصیم سالی ها دیگه شده دیگه نراونه بچه مکلان شده زن دوره گودر دوره زندگی تامین میکنه یه با بوان با اونا میکنه که جره طور نیسته یه خیلی نیسته یه خواهی نیسته با میروه رسیه دن همه خیلی قریب سی سالی هم دیمان فقط دمی راه پای قطعی گذاشتم وقتی که شوارم رفت من او سی سالا بودم جوان بودم زیبا بودم خوشرو بودم سرم با همی انتظاری سفرید شد ای غم درد زندگیه ای مشکلی های زندگیه من میدونم که شوارم من میبیره یه روز نه یه روز برای که در پیلیش بزنی روزش نگونه نکنه حتما میبیره و ما همه مجبورم که قبول کنیم نمیتونیم که وای گفتم کنیم که نبیو نه برای که جای دبودی در همجا برد لیکن هر که همین عمر جوانی ما بر زنهای توجیک که در انتظاری یعنیم خیلی شوهر رو به مهر به محبت سرشون رو سفید میکننده و با هم مردوی توجیک گفتنی پدر اسیان هم خیلی اولوشون رو فراموش میکنن گفتنی هستیم که پیری تو نفکر کنی خون و خو پیری شما رو در پیری شما رو فقط همین زنهای توجیک تو فرزنده تو دستشون رو میگره زن یه روز که گرفتیم زن توجیبتونا کودکتونا فرموش نکنید. تمام دیگه چی کفتن نیست. واقعا هم قصه ای که پخش گردید مؤثر است و این فکر نکنم که مراتبه اول باشد که زنهای ما به همین حالت گرفتار شده باشند که شوهرهایشان به مهاجرت رفتن به روسیه یا هر کشور دیگر و سال هاست نمی آیند از حال و احوال زن و فرزندانشان پرسان نمی شوند و در اول یکمی وابسته به مسئولیتی یک مرد در نزد همسر در نزد فرزندان کمی صحبت انجام بدهیم و بعضی از سوال هایی که وابسته به مهاجرتی خب مرد ها یا زن ها هست حقوق های ایشان هست نظر و اندیشه های شما رو بفهمیم فکر میکنم وابسته به مسئولیت در اول نظر شما رو بفهمیم و بعدا خود نظر مرمد من میخواستم از اون سر کنم که مسئولیت نگی مسئولیت با من از کدوم وقت سر میشه در ما پیدا میشه این البته از اویلاوی ما وقتی که ما علاقه خودم ما اویلاوی نوی خود رو برپا میکنیم در اونجا هم علاقه پیش از اونی که ما اویلاو رو برپا کنیم ما همین اویدی مسئولیت و مسئولیت نگی ما باید همه طرفه دیده برایم برای چی من زن میگیرم عموما زن برای چی در کار اگر من زن گیرم از دویده همون زنداری می برویم البته این روز پگا فرزند اگر شود از دویده همون چیز می برویم یکی علاقه باید پیش بینی کند که او یا که از دویده همین چیز می بروید یا نی اکثر وقت ما چی رو دیده می بینیم وقتی که مرد این طرفی زندگی رو تماما به نظر نمی گیرد و اون
تاریخوی بو کدوم تاریخوی آدمو پیش مو میبین بو با مشوره مو چی رو میبینیم؟ میبینیم که بسیاری مردارو وقتش اومد زن گرفتنن لوزی میگن تو هاتو وای علاقه موجیر بوشه نگر از موجیرات اونها رو دعوت میکنن زن میتن بو بای میره البته ناس میشود مثل بو اولی اش رواد لیکن در بسیار حالات مرد در تنهاگی با مثل موجیرات میرد زن در اینجا میموند برای من اینجا سوال برای چی زن میگیرد همین سوال رو هر یک مرد برای خودش باید یاد که من به زن برای چی در کنم خب از همین چیز با فکر مسئولیت نگی ما خب تشکر میکنم و نظر شما چی است مسئولیتی یک مرد در نزد همسر در نزد فرزندان چی است یک معلومه از قید کردن مسئولیت باید هر یک کس به خودش خیلی خیلی کردن باید سوال بگذارد که از عهده زن میبراید یا اینکه نه عهده زن چیز زن رو باید که پجای خوب تامین کند لباسش رو خورد و خوراکش رو و بعد از اون که سالهای میگذارد فرزندانی که به دنیا اون فرزندان رو از عهده‌اش میبرد یا اینکه نه خب تشکر میکنم نرگس شما توصیه میدهید که خودش به جستجوی شوهرش به روسیه رو در میخواد چیزی که من گفتم هر یکم تاریخی که مدیده میبرم من عمومی کرده گاب نمیزنم لیکن اویدی همین زنی که با شما مراجعت کرد به فکری من علاقه 30 سال بازم به شوهر است تو چی اندازه خوزیر با 30 سال شوهر بابای لازم است بله اوز معنی دارد رفته شوهرش رو گفتن یعنی باید باید شوهرش رو جستجو میکرد وقتی که مثل فرزندو مایده بودن وقتی که با فرزندو پدر لازم بود اوزر با 30 سال اویو که همین لازم است بابا یعنی اویدی زنو شوهری هست همی خیلی قویده و کمان اویدی ریلیگیا اونقدر با قوت نیستم لیکن همه خیلی شناسوی نازی من گفتن که اگر زن مرد با زن در مدت 3 ماه مثل زن و شوهری نداشته باشد زن حقوق داشته است که رفته با خوزیات عریضه کنه شش ماه و جدو شود ده از جایی اگر سراغه نشود براش اگر نشود و مرد همون چیزوی چی گویم функцію мардоніше іджро накунад. Агар ин хоҳад ки ба ҷустуҷӯ равад, шумо барош тавсия медиҳед ки равад. Агар равад чикор кунад? Масалан, баъзан мешавад ки мераванд, дигар на шавҳара меёбанд, на ягон кор карда метавонад. Дар ҳоле ки ин нафар меган ки ман маълумот надорам, як зани хонанишин деҳотӣ. Бояд хайд кард ки برای زنها مهاجرت کردن یکان فکر میکنم درست نیست پیش اصلا باید بگیم که ما خدمات مهاجرت باید بگیم که زنها رو مهاجرت کردنشون این مثلا یک کاری مثلا بگیم خوب نیست زن باید مهاجرت مهاجر نباشد و در این حالت که زن در این ضرورت تو است با این هم توصیه نمیدیم که مهاجرت براید فکر میکنم روزی میشود که اون مرد خودش برگشته میاد صاحبی همون فرزندانش رو میبیند نبیرارش رو صاحبی میکنه خب تشکر میکنه ایلوه میکنه حاضر اگر دیگر موضوع رو بگیریم وقتی که زن بودی جوان است مثلا خودکوی خصول دارد البته به فکر من وای حق دارد رفته شوهرش رو برگردوند چون این حیاتی وای اگر وای قرار قبول کرده باشد جای زیستی شوهرش رو میدونستگی باشد برای چی نی امکانیتی رفتن و برگرداندن شوهرش باشد اگر برای چی نی خب این ترس و هیجان ممکن یگون هست حالتی که مرد از اون حالت برآمده نمیتواند و زن به او یوردام میکنه در حالتی که میتواند به هر حال زن میرد اگر که وای بیند که وای هم زن دارد فرزند دارد برای الکه میبیند گویی که اروغاش توش میشد کمکک ارو میشد خسته میبیاد زندگیش پیش بردن میگیره خب تشکر میکنم در همین حالت بعضن میشود که این رفت با مهاجرت با جستجوی شوهرش ولی دید که شوهرش همسر داشت از کودکانش در این 30 سال کلان میشود که اگر او از زن روس باشد 25-30 ساله ولی این رفت خب از رشک از غایت رشک هرچی شدنش ممکن میرود با او جنجال میکند که اونم دیگه درف به این حمله میکنه
خوب در همین جا او چی باید کند؟ با کی مراجعه کند؟ با کجا تا اونی که او با کدام کالت نرسونه؟ چون که این نفر گفته من نخوندم، نه معلومات دارم و نه چیزی دیگر. خوب ام سراغه را پیدا کرد، رفت به خانه شوهرش در روسیه، ولی حالت نخوبی براش پیدا شد. خوب در همین حالت چی کار کنند؟ مثلا اونها دیگر شاید تهدیدی زدن و تهدیدی کدام یک حالت نخوش براشون با وجود اومدنش ممکن است، با کجا مراجعه کنند و چی کار کنند؟ در حالتی که اگر که لطکوب از طرفی زنی وای زنی روسا شود، یعنی که از طرف خودی شوهر شود، در این حالت این زن میتواند با مقامات های داخلداری فدراسیون روسیه دولتی که قبول کننده است با اون دولت با اون مقامات ها مراجعه نماید، مثلا با وزارت کارهای داخلیش. بله وزارت کارهای داخلی که در همون منطقه در همون نایه که همین حدیثه. خب همین زن همین مادر از رأیش گشت و گفت که من بیزارم از همین گونه شوهر، ولی شوهرش برگشت به خونه. شما بخشیدنش میخواید یا نه؟ چون این 30 سال نه سراخ همسر و کودکانش کرد، نه چیزی براشون روان کرد، حتی در حالت سخت‌ترین. دخترش گفت تا اونه که پدرم نباشد، تا اونه که من دعای پدرم نگیرم به شوهر نمیبرایم. در این حالت من نقضا میبینم مسئلیت دادن، چونکه اون درد و علامی که زن داشت در مدت 30 سال فقط خودش میدوند و خودوان برایمون البته در موبایل همین قدر سو سلامتیش رو گم کرد، حالت روانیش خراب شد، باز چی علام پیدا کرد، غذا پیدا کرد، هست حسیاتی که اولی اثر گذاروندگی نه احساساتو یکی و اثر گذاروندگی بسیار احساساتو در اونی زند و موندگی برایمون تو چی اندازه پیشواز میگیرد بعدی که 30 سال علاقه هم بچوش رو جوبا جو کرد تو چی اندازه وی به شوهر در پر میشد من نمیدونم. قبول میکند قبول نمیکند قراری خودی زن بود باشد که تو چی اندازه میخواد که همین نمک مردی نمک بخشیش در نزدی همین نزدیکی زنش و فرزندش باشد. این قراری خودی زن من اسم میکنم فکر میکنم که چی احساسو داره در همون وقتی که ایسا رو پروی میشد همون باید کس کند خودش رو میخواد آیا نی ممکن از دور میخواد یکی وقتی که آدم نزدیک شد تماما احساسات های دیگر با دیچار شد. او حالتو شد بایدش می آید. البته دردش ایدش در خطیرش می بیاد چه مشکلی. در اونجا اگر شما قصه را گوش کرده باشید گفتن که در روسیه شوهری دیون همسری دیون گرفته زنی دیگر گرفته است گفتن. خلی منه قانونگذاری های ما زیاده از یک همسر داشتن یک زن داشتن من از حتی جوابگری جنایی دارد این مسئله. خب قانونگذاری روسیه چی میگوید در این رابطه و آیا میتواند که این نفر از خب این همسری اولش از بالای دوزنه بودن همسرش شکایت کند، میگه در برابر من بازدنی دیگری گرفته است شکایت کند، و اگر شکایت کند با مقامات تاجیکستان شکایت کند یا روسیه؟ برمان در این بارد آگون معلوم است که با مقامات های داخلدار جمهوری تاجیکستان مراجعه میکنند و مقامات های داخلدار جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه مراجعه میکنند و این شخص را از روی قانون با مقامات های دیافته با مقامات های داخلدار جمهوری تاجیکستان میسپارند. همین گونه حالت ها خیلی زیاد است در تاجیکستان و ما خیلی زیاد میدونیم که هنوز هم هستن میانی شاید همین بینندگان ما نفرانی هستن که خب هم در تاجیکستان هم سر دارن هم در فدراسیون روسیه. 11 ماه در روسیه، 1 ماه در تاجیکستان، یعنی واقعا برای بودن در نزد همسر نو عدالت صورت میگیرد و 11 ماه در نزد همسر روسش است و حدود 1 ماه در نزد همسر تاجیکیش. خب سبب چی است که این زنی تاجیکیش را میپرده؟ تنها کار است یا چیزهای دیگر است؟ با فکر شخصی من این وقتی که ما از با موجه نوید این مقصدی وید پول قدس آوردن زن رو تامین کردم است. بعد وقتی که رفته بود و باش در دولت خارجی را دولت قبول کنده رو میبیند و زندگی میکند
و راه های بهتر خوبتر قبل به دست آوردن پول رو میبیند و با یکون زن زیباتر از زن خودش رو شناس میشود، زندگی خوبتر رو که میبیند در همون زندگیش دوام میدید. از خاطر فکر شخصی من است اینکه از خاطر همون فرزنداش این زن تاجیک اینجا بودهش رو مبلغ روی میکنند، نگاه میکنند. لیکن به فکر شخصی من اینکه مردی که با فدراسیون روسیا میراد باید یک به خود یک مقصد داشته باشد. مقصدش اینکه پول کار کند، اومده زندگیش رو بهتر خوبتر در جمهوری تاجیکستان کند. خب تشکر میکنم. من فکر میکنم که شما هم اضافه میکنید در این رابطه که خب من نمیدونم چرا اولویت به زن روسش میدید بیشتر به زن، یا خب همین طور هم گفته میشود که آن توجهی که خب جلب کردنی توجهی که زن روس میکنه توجیه کردن نمیتونه باشه، از چیزهای دیگر هم باشد. مرما یک چند البته هدف روس بسیار است، لیکن اگر یک چند تاش رو نمبر کنیم، شما میدونید که بسیار مردمی ما مجبوری زن میتین و هیچ کس نمیپرسد که همه ادامه تو میخوایی با زنی گرفتن یونی. دیگر هدف این اون است که بسیار در وقت جوانی زن میتین اولا دور میکنن که اولی وای گفتی تو چون که پخته رستگی نیه برای اولا دوری نمیدوند برای چی زن گرفت. دیگر هدف اون که میگریزن از زمین فشوری پدر و مادر، از زمین اوبا ازودی ادامی زود هم خیل فقط کوشش غیرت میکند که با آزاد باشد. بله. با آزادی کوشش میکند که آزاد باشد. در این تاجیکستان بسیار مردو خودشون رو آزاد حس نمیکنند. برای وایو سیوتی آزادی ندارند. چون دو این پدر و مادر کالونیگاری میکنند. بله. ده افتریتاری و دولیم گپی پدر و مادر کتی هر یک قدمشون میموند و این چیز نگفتن نمیتونه، زیدی پدر و مادر برومده نمیتونه و البته چی هست؟ روحی گریز است. دیگر موضوع این اون که ممکن نغز نمیبیند. گفتیش ممکن دختر نخوندگی، دختری مثل گب زده نمیتوند، مرد کتی مناسبت کرده نمیتوند، از مرد میترسد، گپی زیوتی. البته ممکن با این زن بروی وای مرد اونقدر گفتی وای پیش حقوار نیست زندگی کردن. دیگر موضوع این غلام برای خونه، یعنی که میگیرد من خودش علاقه نغز میدی کسی هست که علاقه و دوست داشته داشت، دوست داشته که میرد زندگی میکنند و دوست داشته البته اومده کروی خونی پدر و مادرش در کشلوک جوی یا گون جوی نمیکنند، داریم و یا غلامی تایورا میگیرد در خونه جوی میکنند که مرحمت خدمتگاری پدر و مادر ایسون تولد میکند، ایسون کوری خونه میکند. خیلی اینکو موضوعی یک گلوبالی برای تاجیکستان است که سو من قید کده گذاشتم. بله تشکر میکنم. آیا مقامات روسیه چون این گناه حالت ها را بیشتر در مثال خب مهاجرانی که به روسیه میروند میکنند میورن که مثلا شوهرش به روسیه رفت و زن گرفت، نمیگن که به کدام کشور اروپایی یا عربی یا کدام کشور، بیشتر روسیه را چون مهاجر بیشتر داریم به روسیه. آیا مقامات حفظ حقوق روسیه میتوانند که به نفرانی که حقوق های زن و کودکش را پایمال کرده است چاره ببینند؟ اگر هم راجعت باشد در حالت میتوانند. میتوان اگر شهروندی روسیه هم نداشته باشه ولی مراجعت کند که خوب شوهرش در روسیه است. یک چون پاسی در بین گفت یک چون سازمان‌های بین‌المللی است که سازمان‌های بین‌المللی حفظ زن و کودک است و این زن ها میتوان به این دو سازمان ها مراجعت کنند. این سازمان ها بین‌المللی هستن، بین‌المللی هستن و اونها میتوان به این زن کمک رسانند. همین گناه حالت ها بعضاً می شود میگن قانونگذار چیزهای دیگر هم قرار کرده است، مخصوصاً میگن که وقتی زن و کودکش که پرتوف رفت حتی میتوند زن مراجعه کند به مقامات حفظ حقوق الیمنت طلب کند، نوبس از اونی که جدا شده است ندید شده است، وقتی که نگاهبین نکرد میتوند به مقامات حفظ حقوق مراجعه کند و الیمنت طلب کند. خب در همین جا خب که ما گفته در صحبت های دیگر هم میگیم قانون های تاجیکستان وقتی مهاجرت میرود قانون های روسیه را بیداند. خب همینجا قانون های روسیه چی میکید در همین رابطه؟
قانونهای فدراسیونی یا حادثه‌ای که می‌شود، حالتی که می‌شود، در کدام دولت است، همون با همون دولت دخل دارد. نه با اون دولت که مثلا فدراسیونی، اگر حالت در اینجا باشد، این زن با جنوی تویستون مراجعه می‌کند. خب، سلامت باشن. در حالتی که خب این زن برای طلب کردن الیمنت به مقامات حفظ حقوق مراجعه میکند تا اونکه شوهرش برای نگاهبین نکردن خودش و اینچنین کودکانش به سود میدید. خب همین به فکر شما دورنما داشتن زندگیشون خلل وارد نمیکند؟ یعنی در آنده این منو به سود داد، این چیگونه زن است که خب نمیبیند که ما در اونجا چیگونه عذاب میکشیم، ما را در اینکنه حالت شدنش ممکن نیست؟ در این حالت زن پیش از همه مادر است و برای وای بهبودی فرزند است پیش از همه است. وای فکر نمیکند شوهر چیکار میکند، نمیکند برای وای خوراندن و پوشاندن فرزندش یکم درجه است و حق دارد که الیمنت پرسد. خب سلامت باشن. میدونید بعضن حالت میشود که برای جستجوی همسرش میرود، یک زن با کودکانش میرود، اونا پیدا نمیکند. مثلا اون از مثل همین مادر باشد، رفت به فرض مثال سراغه گرفت که او در شهر مسکو است، رفت به شهر مسکو پیدا نکرد، اما او با امید اون بود که شوهرش را پیدا میکند، در اونجا سرپناه میشود، اونا حتی شاید که چیپته میگیرد روانش میکند، ولی او که مرتبه اول میرود با کودکان خورد در روسیه، خوب دیگر حیران میشود در یک کوچه شهر مسکو مون نمیدونه چیکار کنه، چون شوهرش نیافت چی باید کنه تا اون که برش مساعدت شد یا دیگه قلب تو چیزون روان کرده شود. در این حالت پیش از همه خدمات موجهت وزارت مینر موجهت اشغال علی جمهوری تشتون پیش از همه توصیه نمیدید که زن ها با کودکایشون با فدراسیون رسیدن. توی اون وقتی که رفت در این حالت این زن میتواند با نمایندگی وزارت مهنت مخصوصا شغل عالی جمهوری تاجیکستان مراجعه نماید و با کنسولی جمهوری تاجیکستان در کی در فدراسیون روسیه حضور دارد مراجعه نماید، این چون با پاسپورت سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مراجعه نماید و این چون دیاسپوراهای تاجیک هستند که در شهرهای فدراسیون روسیه قرار دارند، آنها می توانند با این زن کمک دهند. خب سلامت باشند. و خب توصیه های شما برای همین گنه زن ها چی می شود؟ یکم با احساسات داده نشوند، دویم خودشون فکر کنند، چون که حیات حیاتی اونها است و یا بسیار باز حیاتشون را قربانی می کنند برای فرزند، برای شوهر، برای خسرو خسرومند. این اشکای از خودشون نبرید که حیات حیات اونها است و حیات خودشون رو باید در آلودگی اثر گذارونم و پیش از همه باید برای اونها ناز باشد، چون که اگر زن خرسند خوشبخت سیاد باشد دستش به همه میرسد، هم به شوهرش میرسد هم به فرزندش میرسد. برای همون این رو بسیاری میگم که شما اگئیزم میگید، زن باید اول اوکی باشد، زن اول باید تینج باشد، اول شما باید صحت، خوشبخت، خرسند باشید، بعد دیگر همش گویتی تینج کردن ممکن و با احساسات دوده نشوید. پیش از یکون قرار قبول کردن اول آروم باید باشد آدم، فقط در حالت آرومی ما میتونیم یک قراری درست یا گفتگوی ادکوات قرار قبول کنیم. اگر احساسات با دوده شویم خطاگی کردن ممکن. به فکر من زنوی که فرزندشون رو گرفته برستیان میبرن با احساسات داده میشوند، همه طرف ها فکر نکده همین قرار رو قبول میکنن، چون که اونجا رفتن البته اگر خدای خوب لازم است که بابسته از تو زمیستون میوه تو بیستون می کودکو خوروندنش در کور، پشوندنش در کور، اگر جوی نیوه چی میشد، خودشان فکر کردنش در کور، فرزندوشان فکر کردنش در کور که با چی حالت خودش رو آورده میرسند و کودک. اینجا اساساً به فکری من که به احساسات داده نشدن و برای خودش معاین کردن که آیا همین زندگی که وی حاضر دارد میخواد همین زندگی رو و چی از دستش میبیاد. اگر که دید که از دستش نبیاد، اکون فکری شخصی من که بیهوده وقتش رو صرف نکنند.
توصیه شما چی میشود برای همین گونه اگر به همین گونه حالت گرفتار شدن زنها؟ زنها باید که علم آموزن. علم آموزن و هر یک تصمیمی که میگیرند با دقت فکر کنند و اندیشه برانند. پس از اون اندیشه باید عمل نمایند. حالا در حالتی که این زن رخ داده است، اگر این زن صاحب علم میشود، صاحب دیپلم میشود، با کجای نمیرفت، میرفت میتوانیست که رفته کار نماید، زندگیش رو خوبتر نماید. خب تشکر میکنم برای یک صحبتی پر محتوا. در همین جا برنامه نوبتی مهاجرت به خطر و حسن انجام میبخشیم و دیگر برنامه های ما خب در دیگر روزها ادامه خواهند کرد. خیر.